همه چیز در مورد زندگی شخصی و خصوصی رضا عطاران از ماجرای بزرگ شدنش توی خانواده فقیر توی مشهد تا ماجرای ازدواجش و بچه دار نشدنش و همینطور کار کردنش توی بلیط فروشی در ترمینال مشهد و خیلی اتفاقای مختلف دیگه ای که برای رضا عطاران افتاده با ما همراه باشید یه مروری تمام این هواشی و اتفاقات رو با هم انجام میدیم سلام دوستان به کانال هاشیه تیوی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه رزا عطاران نویسنده کارگردان و بازیگر معروف ایرانی متولد 20 اردی بهش ماه سال 1347 در شهر مشهد هستش اون دیپلم اقتصاد گرفته و دانشگاه هم رشته طراحی صنعتی دانشگاه تهران قبول شد که چند ترم خوند و به دلیل عدم علاقهش انصراف دادش اکثرا توی سالهای اخیر رضاعتداران رو به واسطه یک بازی های مختلفی که توی فیلم های سینمایی و سریال ها انجام داده میشناسند ولی خب رضا قبل از اون نویسنده و کارگردان معروفیه اون حتی کار خوانندگی و کار تدوین فیلم رو هم انجام داده رضا توی خانواده نسبتا فقیر توی حومه مشهد به دنیا اومد پدر و مادرش هر دو اصالتا گنابادی بودن و در بخش کاخت در فلکه زد یا اون فلکه 15 خورداد شهر مشهد زندگی میکردن اون دوتا خواهر بزرگتر و یه برادر ناتنی کوچیکتر داره جالبه بدونید که مادرش درست چند ماه بعد از به دنیا اومدن رضا عطاران در زلزله هفریشتری بخش کاخ که مشهد زیر آوار موند و متاسفانه فوت کرد و رضا عطاران عملا زیر دست زنبابا و نامادری بزرگ برادر کوچیکترش هم که باش ناتنی هستش در واقع پسر همسر دوم پدرش هست اون از کودکی علاقه زیادی به تئاتر و بازیگری داشت از سن 13 سالگی یعنی سال 1360 وقتی که 13 ساله بود زیر نظر مرحوم حسن حامد از تئاتر مشهد کار خودش رو شروع کرد و تا سال 71 به مدت 11 سال کار تئاتر توی مشهد انجام میداد و داخل مشهد چهره شناخته شده ای به حساب می اومد اون به خاطر اینکه پدرش کارمند دفتر ترمینال اتوبوس رانی ایران پیما بود مدتی رو هم در کنار پدرش کار بلیت فروشی رو توی باجه ترمینال انجام میداد رضا عطاران توی اواخر دهه شهست به تهران اومد و نمایش هملت رو با بازی مهران مدیری دید و باب آشنایش با مهران مدیری از همینجا شروع شد اونها دوستیشون رو گسترش دادن و تا سال 72 همکاریشون در مجموعه ساعت خوش اتفاق افتاد عطاران با ساعت خوش در سن 21 سالگی به شدت درخشید و شناخته شد تقریبا تمام بازیگرایی که توی سریال ساعت خوش بازی کردن بازیهای اولشون بود و تمامشون هم از همین طریق معروف شدن و خوش درخشیدن مهران مدیری هم که کارگردانی این برنامه رو بر عهده داشت تونست بعد از اون کارهای موفق دیگه ای رو هم بسازه جالبه که بدونید ساعت خوش توی اون سالها پربیننده ترین فیلم و برنامه تلویزیون به حساب می اومد و همین یه مقدار مدیران صدا رو میترسون مدیران صدا سیما در یه اقدامی عجیب بعد از پخش مجموعه ساعت خوش تمام بازیگران این سریال رو به خاطر اینکه از شهرتشون یه مقدار کاسته بشه تا سه سال ممنوع کار و ممنوع تصویر کردن یعنی هیچ کدوم از این بازیگران تا سه سال بعد تو هیچ کاری حضور نداشتن ولی خب اتفاق عجیبتر این بودش که بعد از یه مدتی ممنوع تصویر رضاعتاران رو کاهش دادن و به یک سال و نیم رسیدش و بعد از یک سال و نیم تونست توی برنامه های دیگه هم حضور داشته باشن رضا از اون دوران میگه و میگه شرایط سختی بود هم مشهور شده بودم هم امیدوار بودم که بتونم کارهای جدیدی رو بازی بکنم ولی خب به یک بار ممنوع و کارم کردم و من مجبور شدم با یه وانت آبی برای سوپرمارکت ها وسایل مورد نیازشون رو توضیح بکنم و توی اون یکی دو سال گذران زندگیم رو از این طریق انجام میدادم یه مقدار روزگار گذشت و توی سال 1375 رضا عطاران دوباره با سریال دنیای شیرین شهرتش رو از سر گرفت اون بعد از اون در مجموعه سرزمین سبز و مجید دلبندم هم حضور پیدا کرد و شهرتش در سال 77 به اوج خودش رسید توی این مجموعه ها مجید سالهی و یوسف تیموری هم حضور داشتن که شروع دوستی رضا عطاران با این افراد بودش اتاران توی سال 1373 وقتی که 26 ساله بود با فریده فرامرزی ازدواج کرد جالبه بدونید که فریده فرامرزی همسر رضا اتاران توی چند کار سینمایی و تلویزیونی حضور داشته و با اینکه خیلی کم کار بوده ولی خب نامزدی برای فجر رو هم توی کارنامه خودش داره اتفاق جالب در مورد زندگی خصوصی رضا عطاران و فریده فرامرزی اینه که این دو نفر هنوز بعد از بیش از دو دهه از زندگی مشترکشون هنوز بچه دار نشدن البته که توی مصاحبه جفتشون گفته بودن که قبل از ازدواج شرط هر دوشون این بوده که هیچ وقت بچه دار نشن یعنی در واقع تصمیم و خواسته خودشون از قبل از ازدواج به این شکل بوده و مشکلی بین این دو نفر وجود نداشته همسر رضا اتاران فرید فرامرزی هم متولد 29 مهر ماه 1350 هستش اون در فیلم صندلی خالی و سریال بزنگا و همینطور فیلم استراحت مطلق ایفای نقش داشته این زوج دوست داشتنی جالبه بدونید که لایف استایل خاصی هم دارن و سال هاست که گیاهخواری انجام میدن و به سلامتی خودشون هم خیلی اهمیت میدن ولی خب رضا اتاران این بین یه مشکل اساسی داره اونم اینه که از سالها قبل سیگار میکشه و هیچ وقت هم نتونسته اون رو ترک بکنه جالبه بدونید که رضا عطاران از قدیم سیگار بهمن میکشه و حتی مارک سیگارش رو هم تغییر نداده قطعا اوج فعالیت های هنری رضا عطاران رو میتونیم به سریال های ماه رمزون اون بدونیم اون در سال 1383 علاوه بر بازیگری کارگردانی و نویسندگی سریال خانه به دوش رو بر عهده گرفت و یکی از پربیننده ترین سریال های تاریخ صدا رو رقم زد سال بعدش هم متهم گریخ و سال بعد هم سریال بزنگاه رو به مناسبت ماه رمزون برای تلویزیون ساخت که تمام این کارها پربیننده و پرمخاطب بودن رضا عطاران دست خط خیلی خوبی هم داره و خطاتی و نقاشی رو به صورت حرفه‌ای انجام میده. اون گهگاهی هم کار مجسمه سازی میکنه. علاقه عجیبی به ورزش فوتبال داره و جز افرادی بوده که تیم فوتبال هنرمندان رو پایگذاری کرده. جالب بدونید که رضا عطاران بیزینس های دومی هم در کنار فعالیت های هنری خودش داشته. اون یه آتلیه عکاسی داره که خیلی از عکس هم که ازش توی رسانه ها منتشر میشه کار آتلیه عکاسی خودش هست اما خاطرتون باشه گفتم که پدر رضا عطاران بعد از اینکه مادر اون توی زلزله شهر مشهد از دنیا رفت یه همسر دومی گرفت و از همسر دومش هم بچه دار شد که برادر ناتنی رضا عطاران بودش جالبه بدونید که همسر دوم یا همون نامادری رضا عطاران هم چند سال پیش از دنیا رفت و پدرش برای بار سوم دوباره ازدواج کرد در حال حاضر با همسر سومش در خود شهر مشهد زندگی میکنه اما یکی از حاشیه هایی که رضا عطاران توی زندگی هنریش داشت ماجرای جنجال کشیدن شلوار بودش رضا عطاران توی نشست فیلم سینمایی طبقه حساس در جشنواره فیلم فجر در سال 92 به یک باره عنوان کرد که من برای خندوندن مردم هر کاری که لازم باشه حاضرم انجام بدم حتی اگه لازم باشه حاضرم شلوارم رو هم پایین بکشم این صحبت های رضا عطاران با واکنش های مثبت و منفی افراد مختلف همراه بود چند تا از پیشکسوت های بازیگری مثل جمشید مشایخی نسبت به این حرف عطاران واکنش منفی نشون دادن و گفتن که عطاران هنرمند نیست چند سال پیش یه مصاحبه ای از مهران مدیری بیرون اومده بود که نشون میدادش که رابطش خیلی هم با رضا عطاران توی سالهای اخیر خوب نیستش اون فیلم های رضا عطاران رو فیلم های چرک و کثیف خوندش و گفتش که من اصلا با این سبک فیلم و فیلم سازی ارتباط برقرار نمی کنم اینکه همه چی و کسیف کثیف نشون میده همه چی در به داغونه اصلا تصویرسازی خوبی برای من مخاطب و بیننده نیستش گفته می شد توی سالهای اخیر ارتباط بین این دو نفر خیلی بد شده و حتی حاضر نیستن توی فیلم و کاری با هم همکاری داشته باشن تا اینکه در فیلم قلب یخی بعد از حدود 20 سال دوباره با همدیگه دیگه همکاری داشتن و انگار کدورتاشون رو کنار گذاشته بودن جالبه بدونید که رضا عطاران بیش از هر چیزی به کلاه علاقه داره اون میگه از وقتی که یادم میاد کلاه رو همیشه داشتم حتی زمانی که ساعت خوش رو هم کار میکردم به کلاه علاقه داشتم و کلاه ها در مدل های مختلف رو برای خودم میخریدم و انتخاب میکردم بعد از این هم که کچل شدم علاقم به کلاه بیشتر و بیشتر شد رضا عطاران خودش میگه که با تکنولوژی کاملا غریبه است و از فضای مجازی و اینستاگرام فراریه اون تو سال 92 بودش که به اصرار جواد عزتی خیلی زورکی یه این استگرام باز کرد و تا مدت هم هدایت این استگرامش بر عهده جواد عزتی بود ولی خب الان خودش گهگاهی پستا و عکسایی رو از خودش منتشر میکنه با این حال پیج این استگرام رزا بیش از 5 میلیون فالوور داره خودش یه خاطره جذاب از ماجرای اولین تئاتری که توی مشهد کار کرده بود تعریف میکنه و میگه برای این تئاتر خیلی زحمت کشید و کل خانوادش رو دعوت کرده بود که بیان نمایشش رو ببینن اسم اون تئاتر موش عاشق بودش و وقتی پدرش به همراه خواهرش برای دیدن این نمایش اومده بودن پدرش در پایان به رضا عطاران میگه که هی hey یارو تو خجالت نمیکشی این همه دختر تو این نمایش هست چرا عاشق موش شدی رضا عطاران معتقده که شدیدن آدم تنبلی هستش او میگه من کمی دیر به حرکت در میان و اصلا حس انجام بعضی از کارها رو ندارم یا اینکه سعی میکنم برای برخی از کارها جایگزین های راحت تری پیدا بکنم اینجوری برام راحت تره جالبه بدونید که رضا عطاران هیچ وقت توی زندگیش ماشین نداشته و برعکس اکثر بازیگرا که آدمای ماشین بازی هستن رضا عطاران نه ماشین داشته نه هیچ وقت تونسته گواهی نامه بگیره او میگه که به نظرم دنیا ارزش خیلی گیر دادن ها و توجه به جزئیاتش رو نداره واسه همین منم ترجیح میدم دنبال ماشین نباشم و با آژانس و تاکسی توی شهر تردد میکنم ولی خب هیچ وقت حالا با گوشی خودم اسنپ و تاکسی اینترنتی نگرفتم چون ترس شدید دارم که یه وقت شمارم لو بره و مردم با هم تماس بگیرن از فیلم های سینمایی شاخصی که رضا عطاران توی سالهای اخیر بازی کرده میتونیم به فیلم شیشلیک، انفرادی، پا، مصادره، نهنگ انبر یک و دو، من سالوادور نیستم طبقه حساس، استراحت مطلق، دهلیز، بیخودی خودی بی جهت، سه درجه تب، از پیوان نجیبیس، ورود آقایان ممنوع بعد از ظهر آره سگی، نیش زنبور، هفت و پنج دقیقه تصویه حساب تیغزن قرنطینه کلاهی برای باران کلاه قرمزی و سروناز کلید ازدواج و سریال های مثل متهم گریخ خانه به دوش به زنگاه مجید دلبندم، سیب خنده و ده ها فیلم و سریال مختلف دیگه خب رفقا حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون همون بگید که نظرتون در مورد رضا عطاران چیه اگه با کارهای مختلف رضا عطاران هم خاطره دارید اسم فیلم یا سریال مورد علاقتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید ممنون از همراهیتون با این ویدیو حتما نظراتتون رو هم تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید